سلام دوستان، خوش اومدین به لایو سرسختی دو. واقعا الان پشتده ورزش کردن اصلا یه کار عجیبیه. تمام سیستم عصبی بدن هم اینجوریه که داری چی کار میکنی. همین الان داشتم پوسترهای اعدامی ها رو میزدم، سه نفرشون رو پیدا کردم اطلاعاتشون رو، چهار نفر دیگه نمیتونم عکس و اسم رو مطمئن شم که با هم دیگه مچه. بعد داشتم اونا رو تحقیم کردم، کلن این ریسرچ پوسترهای چه کشته شده ها، چه دستگیری ها، چه الان اعدامی ها، چه اونایی که گم شدن. یه چیزی که داره و همش باید توی این داستان ها اینی همش سرچه هی اخبار رو بخونی از چندین تا منبع. بعد یه اتفاقی که متوجه شدم تو بدنم میفته، رستینگ هارت ریت هم یا اون ضربان قلب در حالت استراحت هم کلن 20 تا رفته روش. من مثلا معمولا 47، خیلی به خاطر اینکه میدوام رستینگ هارت ریت هم خیلی پایینه. الان اصلا بعد این ماجراها ضربان قلب رستینگ هم رفته بالا و نروس سیستم هممون، یعنی شما هم الان احتمالا اینو دارین تجربه میکنین، همش توی حالت الرت هستش. خیلی شبیه وقتی که زیاد کافی میخورین، نمیدونم تا باید براتون پیش اومده که قهوه زیاد بخورین و یه حالت بیقراری بهتون دست میده، یه حالتی که همش انگار دیر کردین باید برسین به یه جایی. به نظر من خیلی مهمه که حواستون به این قضیه باشه که نروس سیستمتون رو آروم کنید. تمرینه دکتر لاله خیلی خوبه، من چند تاشو انجام دادم، واقعا موثره برای اینکه نروس سیستمتون رو آروم کنه. ممکنه متوجه نشید این چیزی که دارم میگم راجع به نروس سیستمتون. من خودم چون خیلی مدت‌های زیادی روی این قضیه تمرکز میکردم و مقایسه میکردم پریودهای مختلف زندگیمو، الان میتونم بفهمم که کی نروس سیستم من، سیستم عصبی من استراحت نمیکنه. حالا اگه ساعتم داشته باشین، حتی موقع خوابم بهتون میگه که آیا وقت با اینکه خوب ممکنه خوب خوابیده باشین اما بلنشید میبینین که نروس سیستم بیدار بوده. خیلی وقتا پیش میاد وقتی که شبش الکل خورده باشید بخوابید، یکی از چون باید سیستم بدنتون کبد و اینا داره بیشتر از همیشه کار میکنه برای حالا دایجستشن، میبینید که بیداره، یعنی همه میخوابن نروس سیستم بیداره. و آره الان یه اتفاقی که ماها هر روز داریم تجربه میکنیم با طبیعت در تماس بودن، واقعا در تماس برید برگ رو دست بزنید، تنه درخت رو دست بزنید، اینا چیزایی که کمک میکنه و ورزش. اوکی، خب عرضم به حضورتون امروز وسایلی که لازم داریم یه دونه کتلبله یا وزنه. طبق معمول اگه با من ورزش میکنید مرتب، یه کتلبل داشته باشید خیلی خوبه. بعدشم اگه تناب دارید میتونید تناب بیارید یا عداشو در بیارید. همین 7 استیشن داریم، توی هر استیشن 2 حرکت داریم که توی هر کدوم از این استیشن ها 2 میمونیم. خب تایم هر استیشن 2 است و بین این 2 حرکت اون بازه 2 جا به جا میشیم. احتمال زیاد اکثرش فهمیدیم یه راند انجام بدیم، شاید بعضی از پارت ها بشه 2 راندم انجام داد. بعد بین هر استیشن، بین هر کدوم از این 2 یک 1 هم استراحت داریم برای آب خوردن. در نتیجه برید آب بیارید. خیلی وقتا من میبینم شاگردام یادشون میره آب دم دست بذارن. پارت استیشن اول میریم برای 10 کالری تناب زدن. شما نگران اون نباشید، من ترک میکنم هر موقع که وقتش شد و بعد از اینکه 10 کالری رو با تناب زدن یا ادای تناب زدن سوزوندیم، میریم برای 5 کتلبل اسکوات یا دمبل اسکوات کلین که در واقع یه حرکت دستتون آویزونه. اولش با وزن رو میگیرین دستتون، میرین تو پوزیشن اسکوات، از اسکوات که میایین بیرون همزمان وزن رو
منتقل میکنید به جلوی قفسه سینه و دوباره میرید اسکوات. یعنی حرکتش دو تا اسکوات داره و به هم چسبیده است. 5 تا اینو انجام میدین. بعد اگر از 2 دقیقه تایم اضافه مونده باشه دوباره تناب میزنیم، ولی بعید میدونم. این میشه پارت استیشن اول. استیشن بعدی ها رو تو اون 1 دقیقه استراحت بهتون میگم، چون یادتون میره دیگه، خودم هم یادم. اوکی خب بریم. آماده باشین. اینجا 5 سکند میریم برای 10 کالری تناب زدن. استیشن اول بود. استیشن دوم، حرکت اول 10 تا دونه ازش انجام میدین، حرکت دوم 5 تا. دوباره هم کتلبل هم دمبل هر دوتاش میشه. 10 تا سینگل آرم سوینگ انجام میدین. بعد با همون دست میرید برای سنچ. سنچ بالا بردن وزنه به صورت یه ضرب بالای سره. اگه بخوام مادیفایش کنی میتونی یه ذره بالا سرت نبری، از اینجا وزنه رو بیاری سرشونه لاک کنی و بعد ببری بالا سرت. پس یا سنچ یا کلین پرس انجام میدیم. اول سمت راست رو انجام میدیم و سمت چپ. حرکت اول 10 تا، حرکت دوم 5 تا. قبوله؟ اوکی. و دست رو عوض میکنیم. اوکی، ready؟ 3 2 1 بریم برای 10 تا سینگل آرم سوینگ. 1 2 3
سفارش سنچ یک دو ضرب آروم میاری پایین دوباره دو سه چهار پنج اوکی سویچ ده تا نو هشت سه دو سنچ فایف فور دوباره دو تا حرکته اولیش 10 تا alternating kettlebell or dumbbell halo انجام میدین. خب یه بار چپ به راست، یه بار از راست به چپ. اینجا قشنگ البوتون میاد پایین وقتی که حرکت تموم شد. خب این دور سر میچرخه، استاپ میشه اینجا و جهت عوض میشه. 10 تا اینو انجام میدین، بعد پنج تا میریم برای تای کیلرز. بدون وزنه پاها بسته شروع میشه، خب و موازی هم. سه تا دونه کوچولو کوچولو باز کنید، پایین بمونید، سه تا ببندید، این میشه یک، رفت و برگشت میشه یک. اینم پنج تا انجام میدیم. با کتلول هم با دمبل هم نمیتونید انجام بدید، دو طرفش اینجوری میگیرید میچرخونید دور سرتون. آرنج رو میبینی سیخ نمیزنه بیرون، همش دور سرته. ما مثل پرده چیچی نور بود زمان احمدی نشان. برو یک وسط نگه دار، عوض کن جهتش رو، دو سه چهار پنج حاله نور شیش هفت هشت نو ده. وزن رو بذار کنار، بریم پاها بسته، یک دو سه، یک دو سه، یک یک دو سه، یک دو سه دو، یک دو سه سه، تو مور وان مور دو سه سویچ. دوباره از روی دونه با دبل برم ببین، ده تا وان تو 3 4 5 6 7 8 9
5 saniye mudur, 5 saniye hem 5 saniye. Ve relax. Merci. Xop. Station bədi. Kettlebell hike. Dəhtə və push up. Kettlebell hike or dumbbell hike doesn't matter. Hike yəni ki, tuş یه پاز داره. پاز داره. یعنی اینجا یه سوینگو که کردی دومی رو یه مکس میکنی. قشن مکس کن. نوک وزنه رو بذار به زمین بخوره. دوباره بده تو. بیا بالا. دوباره پاز. We're gonna do this for 10 reps. 10 تا تکرار. بعدش گفتم چی؟ آه پوشاپ. 5 تا پوشاپ میدیم. پوشاپتون هم میتونه هم از زانو باشه هم از بدون زانو پیش رفته. Got it? Alright. We wanna do 10 kettlebell swing and go. خب یه swing یه pause یه swing یه pause دوتا کمر صاف باسن قشنگ بده بیرون. 4 5 6 7 8 9 بعدی پوشاپه. 10 5 1 swing 10 تا 9 8 میبینی آرنج هم یکم شکسته سیخ نمی کنی. 10 تا سرشونه بیشتر بالا نمیاد. خب من اینو بدون پاز رفتم. It's okay. بریم برای پوش آپ. Ready? Go. 5 4 سویچ 3 ثانیه مونده. سوینگ پاز پاز پرسانیه پاشتن تو زمین بمونه. ریلکس. نایس. آب بخور. اوکی. 10 تا ریورس لانج که هر بار وزنه رو تو دستتون جا به جا میکنید و 5 تا کتلبل اور دمبل پرس. اگه دمبل رو جفتی ببرید برای اوورهد پرس، اگه کتلبل سنگین یه دونه دارید با کتلبل میریم. اولی لانج. Look. این کارو میکنیم. اول اینجا نگه میداری، پای موافق میره برای لانج. اینجا با یه سوین دست عوض میکنی، گریپت عوض میشه، پاتم عوض میشه. اوکی؟ We're gonna do 10 reps این و بعد بلافاصله برای overhead press برای 5 تا. 3 2 1 clean backward lunge. من یکم آرنجم رو میدم بیرون برای اینکه کتلبل رو بتونم استیبل نگه دارم. 2 تا 3 4 5 6 7 8
دستی بگی که ترمینه تو آرنج تو پرس اپ نافو بده تو و بده بیرون ناف تو بده بیرون یکی دیگه اوکی دوباره میریم برای بکورد لانج گریپتو بیار وان and switch grip to the left backward lunge switch to the right backward lunge switch left four پنج تا شیش سه تا نیمشتر نمونه you got this don't give up relax up آبخور عرضم به حضورتون پارت بعدی کتلبل گوریلا رو ده تا و بعد کتلبل اسکوات با پالز Gorilla roll. Again, dumbbell یا کتلبل فرق نداره. وزن رو بذار بین دو تا پات نه جلو. بین دو تا پات. پاهات بازه، انگار میخوای ددلیفت بری. لگن تو بده عقب. و ببین همه اتفاقا داخل پات میفته. وزنه میاد بین این مثلث پات. Okay, do this. اینجا نمیدونم اینجا اینا جاهای غلطه. داخل میکشی بالا حتی میتونی از البو استفاده کنی برای تکیه اوکی؟ بریم and go up down دوتا ستا چهار پنج شیش کتفت قشنگ کشیده میشه به سمت عقب هشت نو ده اوکی بردار وزنه تو بریم برای سکوات all the way down one all the way down two سه تو لازم نیست به چرخی همین که نشون بدم four five اوکی دوباره میریم برای رو and go one Switch, two, switch, three. کمر صافه، خم نمیشه، اینجوری نمیشی. قشنگ بشین عقب. سر پایین. بالا رو نگاه نکن، پایین. برکلا، eight. That's nine, one more. That's ten. فیل هست. من فیله هم الان is on fire. Okay. Squat. Let's go. Deep. One. Take your time. I جاله نکن. Okay. 10 seconds left. بریم داخل پایین بعد بریم برای استرچ یی و ریلکس اوکی تمرینه اصلی تموم شد امروز کلا نمیخوام زیاد اذیتتون کنم چون ورزش خودش فشرده بود Let's do some stretch 5 دقیقه برای کمر اوکی شما اگه میخواید مت بندازین ام اوکی خب دو تا دست رو دو تا زانو رو بکش توی شکمت به سمت راست و چپ خودتو مثل گهواره قل بده بعد میبینی بچه آرنجای من حکم استاپر داره خب باعث میشه که کامل قبطم قل خوردنم رو کنترل کنم در همین دستتون رو زیر زانوتون بذارین و آرنجتون کنار بدنتون کنار باسنتون
که وقتی قیل میخورین مثل جک عمل کنه و شما رو هول بده به اون یکی سمت. اوکی؟ خب یه پا داخل یه پا بیرون، دوباره یه زانو راستتو بکش داخل شکمت، بعد با دست چپت از پشت مچ، از بیرون مچ پای پات بگیر و با اون یکی دستت زانوتو از خودت دور کن. یعنی یه دستت مچ پاتو میکشه سمت خودت، یه دستت زانوتو از تو دور میکنه. Got it? Hold it here. 5 4 3 2 1 دوباره جمع کن داخل شکم، بکش 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 تو and switch. Other side. زانوی چپ قشن رون پاد بچسته به شکمت، با دستت از بیرون مچ پاد بگیر، با اون یکی دست زانوت از خودت دور کن. You got this. آفرین. نفس یادت نره. خب دو تا پاتو صاف کن، زانوت رو، زانوی راستت رو از روی بدنت با دست مخالف هدایت کن و رد بشه، بکشش سمت زمین. اون یکی دستت رو مثل حرف تی باز کن رو زمین، بذار سعی کن هر دو تا سرشونه ها کتفت رو زمین باشه، اما ایتس اوکی اگه نیست. خب تو این پوزیشن نگه دار، نگاهت هم بچرخه به سمت مخالف. زانوی راست رو کشیدیم سمت چپ، نگاهمون میره سمت راست. اوکی، حالا با اون دستی که آزاده و رو زمین بود، از نوک انگشت پای زیریت بگیر و بکش پاشنه پات رو به سمت باسنه. برو تو این پوزیشن. نفس. قشنگ الان در حالت چلونده شده هستین. و باید بتونی نفس بکشیم، چون الان داره زندگی ما چلونده میشه و باید بتونی نفس بکشیم. از سیمپل از دات. بعد هی بگین چه ربطی داره ورزش به استمرار در مبارزه. توی شرایط سخت هنوز منظم نفس میکشی، هنوز کنترل داری، هنوز تمرکز داری. تمرکز. ریلیز. برگر بسر. من یادتونه یه زمانی خیلی راجع به دیسیپلین حرف میزدم، الان فهمیدم اصلا بحث من و این داستانه بحث دیسیپلین نیست، واقعا تمرکزه. خب سویچ کن. اوکی شور. آره استمرار در تمرکز رو بهش بگیم دیسیپلین. نفس. خب پای زیری رو بگیر، جمع کن به سمت باسن پاشنه پاتو. خب تو این پوزیشن زیبا و هم استرش داره میشه، هم تویست داری میشی. بمون. برگرد بسر. اوکی. خب بشین، یه پات کشیده و صاف از بدنه بیا بیرون، اوریب نید. خب و یه پاتو رد کن، یعنی اون یکی پاتو از روی رون پات رد میکنی و زانوتو جمع کن توی شکمه. من فیلم اون دختر بچه ای که سر مزار مادرش بود فرشته شب که دیدم اصلا خب خیلی حالم بد شده بود دیگه، تازه بدون صدا دیدم، بعد اومدم این تمرین رو انجام بدم. چرا حس کردم واقعا باید یه چیزی رو بغل کنم، یعنی اینجوری بودم که من که دختر بچه رو نمیتونم بغل کنم. الان خیلی میفهمید، یعنی عکسش و فیلمش حتی نقاشیاش هم بالای خاک مامانش خیلی بیشتر از اون حدی که باید داشت میفهمید چه اتفاقی داره میفته. و قشنگ زانوم اینجوری بغل گرفته بودم، چسبونده بودم به خودم، میگفتم که این دختر بچه است، من رفتم کنارش هم دارم بغلش میکنم. خب عوض کن، قشنگ زانوتو بکش سمت قلبت.
و نفس بکش. مراقبت از خودت بهت این ظرفیت رو میده که بتونی از بقیه، از اطرافیانت مراقبت کنی. حتما باید اولی اتفاق بیفته. خب شکل اپ و خسته نباشیم بچه ها. من فکر کنم جلسه آخر از دوره اول 7 روز تمرینه، ولی ما علت این که اینو 7 روزه گذاشتیم به خاطر اینکه اولا برنامه‌مون هستش که بیشتر از این دوره‌ها بذاریم، دوره‌های کوتاه، و دلیل اصلیش هم این بودش که اینقدر الان وضعیت آن استیبل و اتفاقایی که داره میفته هر روز شدت و ضعفش متنوع هستش، اینجوری بودیم که بذار واقعا لقمه‌ها رو کوچیک برداریم و حالا بر اساس شرایط بتونیم تمرین دوره تمرینی جدید طراحی کنیم. دمتون گرم، خیلی مراقب خودتون باشین، میبینمتون، فعلا.